به نام خدا یا درون انسان یا به نام عشق، من بابک رحیمیان هستم، محقق زبان انگلیسی و فلسفه انسان. تو قسمت اول میشه تخصص من یا قابلیت یا کوالیتی به انگلیسی میگم، یعنی اون چیزی که توانایی دارم انجام میدم، ولی در این حال یک معلم، یک شاگرده، هر لحظه در حال یادگیریه. این حقیقت انسانه. همه ما در حقیقت دانشجو هستیم. دانشجو هنوز به معنای کسی که به دنبال دانشه و میخواهد چیزی رو یاد بگیرد و سوالاتی را پی در پی ممکن است انجام بدهد. به عنوان بشر، من، شما و هر کس دیگه، تمامی انسان. صحبت موضوع امروز ما در مورد آموزش زبان انگلیسی و سیستمی که هست در ایران و سرزمین ما. در کشور ما جدیداً با اتفاقاتی که افتاده و همه در جریانیم، مثل قطعی برق، نداشتن اینترنت یا قطع اون اتصال، برقرار نشدن اینترنت یا سرعت کم اینترنت، آموزش های آنلاینی که در ایران انجام میشه به مشکلات پی در پی برخورد میکنه و یکی از اونها این است که مثلا من با عنوان معلم به شما دارم تدریس میکنم، صحبت میکنیم آنلاین یا مکالمه انجام میدیم و وسطش ناگهان اینترنت قطع میشه. خب اون شاگرد اون لحظه ممکنه حسش بره، یه سوالی داشته باشه. این مشکلات هست، یعنی اون حالت، این هم به صورت حالا غیر طبیعیه، آن نشراله، به قول معروف نشرالش، یعنی طبیعیش اینه که دو نفر فیس تو فیس کاملا نزدیک صحبت بکنن، با هم ارتباط برقرار کنن. حالا میگیم تصویری را از راه دور که الان تکنولوژی به این صورت شده، ولی یه مشکلاتی هم هست، یعنی چیزی رو باید به قول معروف ریل انجام بده تو زندگی، یا انجام ندیم یا ریل. هر چیزی طبیعیش میتونه خیلی مفید باشه. شما میتونین اون حس منو به عنوان معلم یا اون کسی که دارین با مخاطبی که دارین انجام میدین اون کار رو، مثل مکالمه زبان انگلیسی، اون لحظه شما حس میکنین که من خطا دارم ندارم، چه ایراد داره دانشجوام و اون دانش آموزی دانشجوام حق داره، اون یا سوالی دارین یا میخواین ارتباطی برقرار کنین یا مطلبی رو بگین، اون مطلب ممکنه از ذهن شما یا اون معلم، فرق نمیکنه، دو طرف هست، اون لحظه بره و ممکنه یه مطلبی رو اشتباه یاد بگیریم و تا آخر و اون مطلب دیگه تکرار نشه و به صورتی که پایه کج میشه، پایه آموزشی وقتی کج بشه تا آخر این بنا دیگه تا آخر اون مشکل پیدا میکنه. من که یه مثال ساده بزنم به شما، من هر موقع الان تقریبا 15 سال رانندگی میکنم، تو این طی این 15-16 سال از روز اولی که آموزش مثلا رانندگی دیدم، پامو رو کلاج میذارم، عادت شده و از روز اول این به قول معروف ادیت نشده یا درست نشده، این ایراد من، و هنوز من پام رو کلاجه، چون اون یا من توجه نکردم یا اون طرف مقابل من، معلمی که تدریس میکنه، برایش مهم نبوده. این حقیقت رو هیچ وقت فراموش نکنید. حالا برگردیم به سراغ موضوع اصلیمون که آموزش زبان انگلیسی، یا فرق نمی‌کنه زبان، حالا میگیم زبان به صورت کلی در ایران. سیستم آموزشی که الان 90 درصد، نمیگم چیز نیست، اساتیدی هم هستن یا کسانی که هستن که واقعی درس میدن، ربطی هم به اون دانش بالا نداره، چون این هنر ارتباط برقرار کردن. ما اول باید هنر ارتباط برقرار کردن داشته باشیم. من اگه نتونیم با همدیگه دوستی رو انجام بدیم، دوستی واقعی رو، نمیتونیم اون پارت دو رو انجام بدیم. ریه ما باید ارتباط خوبی داشته باشیم. خب حالا اینجا مسئله اینه که من و شما فرض کنیم الان داریم با هم کار میکنیم. سیستم آموزشی که الان اومده به این صورتی که شما بدون چون و چرا باید یک سری تست انجام بدین، یا کتبی یا شفاهی، مثلا به صورت این دایرکت، یعنی غیر مستقیم، اون فیلمو میذارم برای شما میبینین، کلیک میکنین، خوبه، من نمیگم بده،
این تست های آموزشی خیلی خوبه، ولی اون آنلاین به معنی این که شاگرد و معلم دیگه با هم دیگه صحبت بکنن، ولی میتونه شاگرد تو خونه سلف استادی کنه یا مطالعه شخصی بخونه تو خونه، خیلی راحت انجام بده. به قول امریکایی ها easy does it، یعنی خیلی آسان، خیلی راحته. easy does it، این اصطلاح محلی. حالا کاری نداریم. من یک معلم یا کسی که آموزش دهنده است، اولین چیزی که باید پیش خودش انجام بده که این منیت یا چیزهای فرعی که میتونه دانش آموز گمراه کنه را از خودش دور بکنه. یک استاد خوب شاگردانش را از نفوذ خویش دور نگه میدارد. این نکته خیلی مهمه. والا اون دانش خوب دانش، ممکنه اون دانش غلط باشه. شما هم عزیزانی که دارم میگم، من خودم هم دانشجوام، یادم میاد من با خودم سعی میکنم صادق باشم. انگلیسی چیزی نیست که، یا زبون مادریمون نیست که بتونیم به قول معروف همیشه داشته باشیم. همیشه در حال تمرین باید باشیم، چون زبون این به قول معروف ممارسه تمرین اون کشور ما خوب زبان خارجی نیست. مثل کسی که انگلیسی اصلا خارجیه بعد میخواد بیاد فارسی زبان ما رو یاد بگیره، اون بعد محیطی درست کنه که همش زبان فارسی صحبت کنه. تو محیط ما میتونیم پیشرفت کنیم، این حقیقته، از قدیم گفتم. و از این استاندارد نباید دور بشیم. درسته قواعدی بوده در زبان حال میگن خیلی راحت‌تر انگلیسی یاد گرفتن، بله hello how are you، مثلا I am good، مثلا یه چیزایی خیلی هست، ولی اینا نیست. اولا که هر چیزی استراکچر یا ساختار خودشو میخواد، مخصوصا انگلیسی یا بریتانیایی من میگم، چون اصلا بریتانیا است. و بعضی هم میگن امریکایی، نه امریکایی نداریم از دل بردار، لهجه امریکایی داریم. و ما اصل انگلیسی رو بعد همون یا بریتانیا رو بعد یاد بگیریم. اولا اون اسکیلایی که هستش نمیتونیم حذف کنیم، حتی گرامر، اون گرامر پایست یا همون دستور زبان میگیم پارسی خودمون. ما یه سری مرجومات باید رعایت کنیم، خیلی ساده است. هر چیزی اگر علاقه داشته باشیم، اون شخص میتونه من باشم، میتونه شما باشین، میتونه هر کسی دیگه، خیلی ساده میشه. و من سعی میکنم، خب یه کلیپ های آموزشی هم تهیه کردم، یعنی تهیه کنم و دوست داشته باشیم میتونیم ببینیم و شما هم نظرتون رو بگین و کانالمون هم میذاریم و روی این کانال نظرتون رو میگین. آقا مثلا آقا بابک، حالا من میگم بابک، آقا استاد و اینا زیاد اعتقاد ندارم، خیلی رابطه صمیمی‌تر میشه. حالا بعضی هم میگن جنبه ندارم استاد، نه، این حقیقت که ما همه یکی هستیم، اینو فراموش نکنیم، چون هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مثلا من پشت میز بشینم بگم من استادم یا شما شاگردی، نه، این چیزا نیست. اگه بخواد چیزی واقعی باشه تو زندگی، خیلی بهتره آدم ریال باشه و واقعی و ارتباط صمیمیت بالاترین چیزی که ما انسان ها داریم و خیلی ازش استفاده نمی کنن. اون احساسی که داریم به عنوان یک انسان. آرزوی سلامتی دارم برای یکایک و بالاتر از اون روحیه خوب و نداشتن افسردگی که وجود نداره. و کسانی که میخوان به هدفشون برسن، به نظر من مهمترین آپشن یا مهمترین عامل اینه که شما هدفتون نباید فراموش بشه از ذهنتون و تلاش شما خیلی موثرتره برای رسیدن به اون هدف. چون داشتن هدف و علاقه فقط کافی نیست، اون تلاش یا اون مبارزه خیلی مهمتره. و مطمئن باشین به هر چیزی که تو این دنیا بخواییم خواهیم رسید. تشکر، تا جلسه بعد. بدرود.